با یک روزنامه نگار نامدار گفتگو می کنم. دکتر سیاوش هستم. سلام بر شما. درود بر شما. حال شما خوبه؟ خوشحالم وسیله های میبودی. تشکر می کنم. خوشحالم سر شما. بسی سلام عرض کنم. درود بر شما های میبودی. حال شما خوبه؟ سپاسگزارم. خسته نباشید. دکتر حسن عباسی در پاریس. فوق العاده. رضا شاهزاده. سپاسگزارم از تهران برای من. فاکسی فرستاد. بقیه بماند برای بعد. بریم به سراغ دکتر عباسی ادب پاریس، همکار عزیزمون. دکتر عباسی سلام عرض میکنم. درود بر شما مهربانیار آقای میبودی. دکتر عباسی، 15 شرکت ایرانی، 14 یا 15 شرکت ایرانی که در کار ساخت فیلم بودن، فیلم های با ارزش هم ساختن، در آستانه ورشکستگی هستند و اینها آقای لاریجانی رو متهم میکنن به اینکه گناه اصلی متوجه اوست. بله، در آخر نشستی که شورای مرکزی اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران آقای میبودی در تهران داشتن، مدیران تعداد بسیاری همونطور که شما فرمودین 15 سازمان سینمایی کشور اعلام دادن، کردن، خبر دادن در این نشست که به زودی شرکت‌های خودشون رو ورشکسته و تعطیل اعلام خواهند کرد. علتش بدهی‌های بسیار این هاست و زیان‌هایی که در ساخت فیلم‌ها داشتن. زیان‌های این آقای میبودی، زیان اصلیشون از طرف رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی و شخص آقای لاریجانی است. به این دلیل که آقای لاریجانی، آقای میبودی عزیز، ایشون اومده بود در داخل سازمان رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی کمیته ای رو درست کرده، کمیته بررسی فیلم هایی که میخوان آگهی بدن به رادیو تلویزیون. اسم این کمیته از کمیته سانسور. هر فیلمی که میاد به بازار، بایستی بدونیم که این فیلم هایی که میاد به بازار، آقای میبودی، سناریوش قبلا به تایید وزارت ارشاد رسیده، نظارت شده بر فیلم، بر خیلی از اینها وام هایی در نظر گرفته شده و و و و غیره، و فیلم ساخته شده با اجازه رسمی دولت و اومده میخواد اکران بشه، آماده اکران فیلم که میخواد اکران بشه. خب خیلی طبیعی است، تمام جای دنیا رسمی است که فیلم رو بدن به عنوان آگهی، بخشایش رو تلویزیون پخش بکنه در برابر پولی که دریافت میکنه. آقای لاریجانی اومده اینجا هم باز خودش مثل یک دیکتاتور، مثل یک رهبری که داره حکومت میکنه، واقعا همونطور که بارها هم شما گفتیم و دیگر دوستان، اومده و یک کمیته سانسور درست کرده که این کمیته سانسور بایستی بشینه این فیلم‌ها رو ببینه و بعد تصمیم بگیره که چه چیزای سانسور بشه از این فیلم که بتونه این فیلم رو اینا آگهیشو پخش کنه. یعنی ببینید اصلا یه مسئله غیر قابل تصوره. بعد از اون طرف آقای میبودی، البته من اینم تو پرانتز عرض بکنم که یک مشکل مالیاتی هم اینا دارن، ولی میدونیم که ما بر اساس تفسیر 6 ماده 132 قانون مالیات ها تمامی سازمان‌های سینمایی از پرداخت مالیات معاف هستن، اما گیشه ها وقتی فروش میکنن 5% رو مستقیما به خزانه دولت واریز میکنن. این مسئله است که خاتمی دستور داده که این رم دیگه شاید ازشون نگیرن که یک رفاهی براشون در نظر گرفته بشه. ولی مشکل اصلی اینها اینه که اینا نمیتونن کالا و جنس خودشون رو ارائه بدن، چون همه ما میدونیم که برای اینکه مردم آشنا بشن با هر پدیده‌ای، با هر کالایی، تبلیغات الان در جهان امروز نقش بسیار حساس و اساسی داره. آقای لاریجانی واقعا مثل این که ملک خصوصی خودش میدونه سازمان تلویزیون ملی ایران رو، و این اجازه رو نمیده که سینماگران ما بیان و فیلمای خودشون اونجا تبلیغ بکنن. این اصلی ترین دلیل شکست اقتصادی سینماگران ایرانه. آقای میبودی، من به اطلاعتون برسونم که هزینه ساخت یک برنامه برای لاریجانی در تلویزیون تهران دقیقه 400 دلار. یعنی اینا هر دقیقه 400 دلار هزینه میکنن برای ساختن یه برنامه معمولی، ها نه که یه فیلم، یه برنامه معمولی که بشینن دو نفر سه نفر با هم صحبت بکنن. بعد اینا میان فیلم های سینمایی این سینماگران ایران ما رو هر فیلم رو آقای میبودی به 15000 دلار میخرن، 15000 دلار، و بعد تازه میخرن فقط برای پخش فارسی. اما اینها میان این فیلم ها رو به زبان انگلیسی، عربی، فرانسوی، بوسنیایی و زبان های دیگه که جام جم داره دوبله میکنن و در شبکه های تلویزیونی خودشون پخش میکنن بدون اینکه حتی یک ریال به این سینماگران ما بدن، که نقش ما، همه ما میتونیم به درستی که چه نقش مهم و مؤثری سینماگران ما در این چند سال اخیر داشتن در میدان جهان و داخل خود کشور آقای میبودی، که خود این نیازمند یک بحث و برنامه
جداگانه است که چقدر تاثیر مثبت اینا گذاشتن. برای چندی پیش آقای میبودی اتحادیه تهیه کنندگان سینما در فیلم در تهران طی یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که در سینما جهان چاپ شد، اعلام کرد که سینما ایران در شرف تعطیل و نابودی است. خیلی مسئله مهمیه. در پی این اطلاعیه که از سوی اتحادیه منتشر شد، معاونت سینمای وزارت ارشاد یه بیانیه دیگه ایشون صادر کرد و به تهیه کننده ها اعتراض کرد که شما بیاین مشکلاتتون رو با ما مطرح کنین پیش از این که اونو به مطبوعات بکشین، ما مشکلات شما رو حل میکنیم. اینها رفتن و یک گروهی رو این اتحادیه تهیه کنندگان ایران تعیین کردن. این نمایندگان اتحادیه رفتن نشستی داشتن با کمیسیون فرهنگی مجلس در رابطه با مشکل صنعت سینما و این کارشکنی که آقای لاریجانی برای اینا میکنه و اینکه اینها 15 تا از بزرگترین کمپانی‌های سینمای ایران مجبور هستن که اعلام ورشکستگی بکنن. اون نشستم بی‌خاصیت و بدون نتیجه بود، چون همونطور که میدونید آقای لاریجانی کسی به حرف کسی نمی‌کنه. یعنی مشکلی است که از ابتدا بوده. ایشون چه اون موقعی که در وزارت ارشاد بود، از هنگامی هم که رفته به سازمان رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی، مثل یک دیکتاتور و کسی که گویا بر اصلا بر خود ایران داره حکومت میکنه، این سازمان رو در اختیار خودش گرفته. وای سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش میشود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران، از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. جدید شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید.